نیلوفر پور ابراهیم همکارم از پاریس همراه ماست. نیلوفر از تو بشنویم جزئیات بیشتر این آشوب ها رو. بله، همونطور که اشاره کردین این اعتراضات و نارامی ها تا حدودی شب گذشته آرام شده. یکی از دلایلش هم حضور پررنگ نیروهای پلیسی و امنیتی در شهرهای مختلف، از 2000 نیروی پلیس در شب اول به 45000 پلیس در شب پنجم رسیده که خب خیلی ها رو منصرف میکنه از حضور در این اعتراضات و ناآرامی ها. همینطور محاکمه سریعتر کسانیه که به اماکن عمومی ضربه زدند، آتش زدند و یا آسیب رسوندن به نیروهای پلیس. میدونیم که خشونت علیه نیروهای پلیس تو این شبهای گذشته کم نبوده و دیشب هم گفته شده 45 نیروی پلیس زخمی شدن، یکی از اونها از ناحیه سر. در برخی شهرها شلوغی ها بیشتر بوده مثل مارسی و یا لیون که نیروهای بیشتری هم در این دو شهر مستقر شدن برای جلوگیری از تکرار این حوادث. ولی خبرها امروز بیشتر روی حمله به خانه منزل یک شهردار در حومه جنوبی پاریس میچرخه، حمله که با یک اتومبیلی که در حال سوختن بوده به سمت خونه این شهردار که خودش هم در منزل نبوده صورت گرفته. در این خودرو حتی مواد آتشزا بوده برای اینکه آتش سوزی بیشتر بشه و همسر، در واقع همسر و دو فرزند خردسال این شهردار در خونه بودن که همسرش موقع فرار کردن از خونه آسیب دیده و در بیمارستان هست. قرار هست که رئیس جمهوری فرانسه تا ساعتی دیگه در کاخ الیزه یک جلسه فوق‌العاده بحران رو تشکیل بده با حضور نخست وزیر، وزیر کشور و همینطور وزیر دادگستری برای بررسی وضعیت. امانوئل مکرون سفرش به آلمان رو هم به تأخیر انداخته به دلیل وضعیت کنونی و نگرانی از آنچه که در کشور در حال رخ دادن. به نظر میرسه که این فروکش کردن شعله آتش ها یا نارامی ها یک آتش زیر خاکستر باشه که هر لحظه ممکن باشه دوباره به وجود بیاد. نکته دیگه و نگرانی های دیگه اینه که اگر توی اعتراضات قبلی یک گروهی مثلا از چپ یا راست افراطی رو میدیدیم یا گروه های معروف به بلک بلاک یا جلیق زرد ها رو میدیدیم که میومدن در این تخریب ها یا حتی درگیری ها با پلیس شرکت میکردن، حالا سن اونها به شدت کاهش پیدا کرده. صحبت از نوجوانان حتی 12-13 سال است که در حمله به مغازه ها یا ساختمان های دولتی شرکت داشتن و اونها آسیب رسوندن و حتی برخی از اونها دستگیر شدن. به همین دلیله که مقام های دولتی از خانواده ها هم میخوان که جلوی فرزندانشون رو بگیرن برای خروج شبانه از خونه. میدونیم که ممنوعیت تردد اونها هم در برخی از شهرها برای نوجوانان برقرار شده. به غیر از اون گفته میشه حتی در سوئیس هم در شهر لوزان ناآرامی هایی بوده با الهام از آنچه که در فرانسه اتفاق افتاده و پلیس سوئیس اعلام کرده که 7 نوجوان در شهر لوزان به دلیل تخریب اموال عمومی دستگیر شدند. واکنش هایی رو در خارج از فرانسه هم داشته، همونطور که اشاره کردین اشاره خواهیم کرد و بیشتر در موردش احتمالا صحبت بکنید. در ایران واکنشی از طرف های مقام های ایرانی، ولی از طرف چین هم واکنشی بوده به دلیل اینکه گفته شده در شهر مارسی به یک اتوبوس عامل توریست های چینی آسیب وارد شده و به همین دلیل این موضوع رو چین هم محکوم کرده. حتی برخی دولت های دیگه هم از شهروندانشون خواستن در محل هایی که شلوغتر هست و یا درگیری ها وجود داره تردد نکنن. این نگرانی وجود داره که در این فصل پر از توریست بتونه این موضوع تأثیر بگذاره بر روی گردشگری فرانسه. مثلا شب گذشته در پاریس به دنبال یک فراخوانی که داده شده بود خیلی ها در شانزلیزه جمع شده بودند که پلیس برای تلاش متفرق کردن اونها از گاز اشک‌آور هم استفاده کرده بود، هرچند که در نهایت خیلی بزرگ نشد و این گرد همایی خیلی سریع جمع شد و متفرق شد. ولی اینها میتونه نشانه های نگرانی باشه. اینکه به چه شکل این ناراحتی، خشم و نارضایتی عمومی رو که حالا به نوجوانان فرانسوی هم رسیده که احساس میکنن طرد شدن در جامعه و همینطور مورد تبعیض و خشونت پلیس قرار میگیرن، یکی از کارهای سخت امانوئل مکرون در این چند سال باقی مونده از دوره ریاست جمهوری شه. متشکرم از تو همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس.